سلام به همگی، امروز آثار هنری هنرمندانی را به شما نشان خواهم داد که افراد را با ویژگی های متمایز بیان می کنند. به نام هنرمند و سال تولد و مرگ او که در کنار هر نقاشی نوشته شده است مراجعه کنید. این اثر هنری از آمدئو مودیگلیانی است. او عمدن مردم را نامتقارن می کشید. محل چشم ها با هم یکسانی ندارند. سوراخ های بینی نامتعادل هستند و لب ها، فک و گردن بیش از حد اغراق آمیز هستند. و در کل می بینیم که فرم و رنگ ها بسیار یک نواخت و ساده هستند. این اثر هنری پابلو پیکاسو است. قبلا او را معرفی کرده بودم. او با استفاده از فرم ها و رنگ های منحصر به فرد نقاشی می کرد. نکته قابل توجه در این تابلو این است که زوایای مختلف یک چهره در یک تصویر کشیده شده است. چشم چپ مستقیم به جلو نگاه می کند، در حالی که چشم راست به پهلو نگاه می کند. این هم توسط پیکاسو نقاشی شده است. باز هم قسمت هایی از بدن مثل صورت، بازوها و انگشت ها بسیار آسیب دیده اند. با نگاه کردن به رنگ ها و الگوهای مختلف می توانید بلافاصله متوجه شوید که چقدر ساده و خلاق بوده است. این یک اثر از فرانسیس بیکن است. او همچنین در نقاشی های خود آسیب را بسیار به تصویر کشیده است، اما به شیوهی بسیار متفاوت از پیکاسو بیان کرده است. در نگاه اول احساس عجیبی به انسان می دهد. شبیه عکسی است که لرزان گرفته شده باشد. او از یک تکنیک منحصر به فرد استفاده می کرد که حرکت قلمو بر روی صورت را به طور واضح نشان می دهد. این خودنگاره از چاک کلوز است. او چهره خود را بزرگ بر روی بوم نقاشی بزرگ نشان داده است. او در یک تصادف آسیب دید و بدنش فلج شد. از آن زمان او می توانست تا حدی از بازوهای خود استفاده کند، و این گونه بود که این نقاشی خلق شد. شاید چون او در حالی که بر رنجهایش غلبه می کرد این نقاشی را کشید، حالت چهرهش این گونه قوی به نظر می رسد. اگر به طور کلی به آن نقاشی نگاه کنید، به نظر می رسد که خیره است، اما اگر از نزدیک نگاه کنیم، می توانیم دایره های زیادی را در داخل مستطیل های کوچک ببینیم. این روش تکراری و دقیق تکنیک منحصر به فرد او بود. آیا از دیدن نقاشی ها لذت بردید؟ عکس یکی از دوستان صمیمیم را آورده ام. من می خواهم در زمستان ویژگی ها و حالات چهره او را در نقاشی بیان کنم. بسیار خوب، حالا بیایید شروع کنیم. بسیار خوب، من طرح خود را تمام شده آوردم. من بلافاصله شروع می کنم. قصد دارم فرد را با مداد رنگی رنگامیزی کنم. خط هایی که با مداد کشیده می شوند ممکن است در هنگام رنگامیزی به هم بریزند. بنابراین برای روشن‌تر کردن خط ها آنها را کمی بیشتر پاک می کنم.
باز هم با استفاده از آبرنگ و آن بافت آبکی می دهم. مثل قبل اول آب را بر روی بوم می گذارم و بعد رنگ را بر رویش می ریزم. پس از خشک شدن زمینه کار، مقداری آب و رنگ روی قلمو ریختم و به آرامی پاشیدم. من چشم‌ها، لب‌ها و برف را با رنگ اکریلیک سفیدی که دفعه قبل به شما نشان دادم بیان خواهم کرد. بسیار خوب، تمام شد. سعی کنید به روش منحصر به فرد و سرگرم کننده ویژه خودتان بیان کنید. دفعه بعد میبینمتان. خدا نگهدار.